با عرض سلام خدمت همه دوسته عزیز و که حال همگی خوب و خوش باشه و سالم سلامت و پر انرژی باشید بنده یوسف شیخه هستم از کانال یوتیوب دبیر آنلاین رسیدیم به قسمت دوازده از مجموعه آموزش زبان انگلیسی در 20 روز برای دوستایی که برای اولین بار هست این مجموعه رو میبینن خب باید ارز کنم که ما اومدیم توی هر روز پنجاه تا کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی رو از پرکاربردترین این کلمات شروع کردیم و قصد داریم که توی 20 روز هزار تا کلمه ای که بیشتر از همه توی زبان انگلیسی کاربرد دارن رو با هم بررسی کنیم و برای هر کدوم یه جمله پرکاربرد هم پیدا کنیم جمله ای که توی زبان انگلیسی روزمره خیلی استفاده میشه رو با هم بررسی میکنیم و در خلال اون علاوه بر اینکه شما اون پنجاه کلمه اصلی رو یاد میگیرید خب توی هر جمله دو سه تا لغت دیگه هم پیدا میشه پس در کل دوره توی این بیزور شما چند هزار کلمه رو یاد خواهید گرفت و علاوه بر اون هزار تا جمله پرکاربرد انگلیسی رو هم یاد میگیرید دوستانی که به این آموزش علاقه دارن و آموزش براشون مفیده حتما فیلم رو لایک کنید و برای دوستانتون هم بفرستید که اونا هم ببینن و استفاده کنن و ما هم با توجه به استقبالی که از فیلم میشه سعی میکنیم ویدیوهای بعدی رو سریعتر بذاریم و بتونید استفاده کنیم پس با من همراه باشید بریم سراغ روز دوازدهم از لغت 550 تا رو توی جلسات قبلی داشتیم امروز لغت 550 و یکم شروع میکنیم لغت اول کلایم کلایم دقت کنید اون بی آخر رو نخونید کلایم کلایم به معنی بالا رفتن هست کلایم به عنوان مثال The car slowly climbed the hill The car slowly climbed the hill میگه ماشین slowly با آهستگی به آرومی کلایم بالا رفت the hill هیل چیه؟ هیل یعنی تپه میگه ماشین به آهستگی به آرومی از تپه بالا رفت ایدی هم گرفته climbed میشه حالت گذشتش خب لغت بعدی shout, shout shout یعنی داد زدن فریاد زدن I shouted for help but nobody came I shouted میگه من داد زدم چون ایدی گرفته میشه گذشته نمیگه من داد میزنم اگه I shout باشه میشه داد میزنم اما I shouted میشه من داد زدم For help برای کمک یعنی برای کمک فریاد زدم But nobody came اما هیچ کسی نیومد But nobody came اما هیچ کسی نیامد لغت بعدی continue 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 یعنی ادامه دادن continue یعنی چی ادامه دادن the rain continued falling all afternoon The rain continued falling all afternoon. میگه بارون continued ادامه داد falling. Falling یعنی افتادن. حالا چون واسه بارونه بارون میفته میگیم باریدن دیگه. میگه the rain continued falling all afternoon. میگه بارون ادامه داد به افتادن همه بعد از ظهر. منظورش که کل بعد از ظهر بارون باریدن ادامه داشت. The rain continued falling all afternoon. بارون تموم بعد از ظهر به باریدن ادامه داد. لغت بعدی لغت burn. Burn. burn به معنای سوزاندن یا سوختن هست. Burn. The cigarette burned the whole carpet. The cigarette میگه سیگار burned سوزاند the whole carpet. Carpet یعنی فرش قالی. میگه کل فرش رو سوزوند سیگارت سیگار کل فرش رو سوزوند The cigarette burned the whole carpet همه فرش رو سوزوند لغت بعدی else". else 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 یعنی دیگر else یعنی چی دیگر با عنوان مثال what else did she say what else did he say what یعنی چه چیزی حالا what else میشه چه چیز دیگه‌ای پس else یعنی دیگر معمولا بعد یه اسم میاد و معنای دیگر بهش میده اینجا what یعنی چه چیزی حالا what else یعنی چه چیز دیگری did he say او گفت او چه چیز دیگه ای گفت what else did he say چه چیز دیگه ای گفت کلمه بعدی design 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 یعنی خب میدونید همون دیزاین یا طراحی کردن همیشه طراحی هم طراحی کردن هر دو رو معنی میده he designed and built his own house he designed میگه او طراحی کرد and built built گذشته build به معنای ساختن هست که توی درس های گذشته داشتیم built یعنی ساخت his own house خونه خودش رو طراحی و ساخت منظورش اینه که خودش خونه رو هم طراحی کرد هم خودش هم ساختش he designed and built his own house خونه رو خودش طراحی کرد و ساخت لغت بعدی join 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 یعنی پیوستن، ملحق شدن به گروهی پیوستن یا ملحق شدن میشه join. She joined the company three months ago. She joined او پیوست، the company به شرکت، three months ago سه ماه قبل او سه ماه قبل به شرکت پیوست. لغت بعدی food food فوت به معنای پا هست جمعش هم میشه فیت She kicked the ball with her right foot She kicked the ball میگه او لگت زد kick یعنی لگت زدن She kicked the ball او به توب لگت زد with her right foot با پای راستش به توب لگت زد She kicked the ball with her right foot با پای راستش به توب لگت زد خب لغت بعدی لغت الله. الله. لا یعنی قانون It's against the law to hit a child It's against the law to hit a child Against یعنی برخلاف Against the law یعنی برخلاف قانون It's against the law میگه برخلاف قانونه To hit a child که یه بچه رو بزنی زدن بچه خلاف قانونه To hit a, to hit a child ear 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 یعنی گوش she put his hands over his ears she put his hands او گذاشت put یعنی گذاشت his hands دستاش رو over his ears uh, روی گوشاش گذاشت دستاش رو روی گوشاش گذاشت لغت بعدی grass grass گراس یعنی علف The dry grass caught fire. The dry grass dry یعنی خشک dry grass یعنی علف خشک علف خشک caught fire. caught یعنی گذاشته catch هست به معنای گرفتن. میگه آتیش گرفت. caught fire پس یعنی چی آتیش گرفت. میگه علف خشک آتیش گرفت. The dry grass caught fire. علف خشک آتیش گرفت. خب لغت بعدی سکین 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 یعنی پوست دوستان اسکین نگید سکین سکین یعنی چی پوست clean your skin before applying makeups clean your skin clean یعنی پاکیزه کردن تمیز کردن میگه تمیز کن your skin پوستت رو before applying makeups قبل از اینکه چیکار کنی میکاپ به کار ببندی آرایش کنی قبل از میکاپ آرائش کردن آرایش کردن چیکار کن پوست رو تمیز کن clean your skin before applying makeups قبل از آرایش کردن پوستتان رو تمیز کنید لغت بعدی key. کی. کی. کی کی یعنی کلید key. I locked the door with the key I locked the door میگه من قفل کردم the door در رو with the key با کی, کی چیه؟ خب گفتیم کلید من در رو با کلید قفل کردم. President 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 یعنی رئیس جمهور. Do you have any comment Mr President? Do you have any comment Mr President? Uh, میگه آقای رئیس جمهور هیچ نظری داری؟ Do you have any comment Mr President? لغت بعدی لغت براون براون دوستان یعنی قهوه‌ای براون قهوه‌ای. she had brown eyes she had brown eyes او چشمانی قهوه‌ای داشت. she had brown eyes. لغت بعدی ترابل 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 یعنی دردسر مشکل زحمت ترابل Her troubles began last year when she lost her job. Her troubles میگه مشکلات او began شروع شد last year سال گذشته when she lost her job وقتی که او lost یعنی از دست داد her job شغلش رو مشکلات او سال گذشته وقتی که شغلش رو از دست داد شروع شد her troubles began last year when she lost her job لغت بعدی کول 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 یعنی خنک Store lemons in ا کول درای پلیس استور یعنی ذخیره کن نگهداری کردن Store یعنی ذخیره کردن یا نگهداری کردن Store لیمنز لیمو خب میگه لیمو ها رو ذخیره کن این ا کول درای پلیس توی یه جایه Place یعنی جا درای یعنی خوش کول cool هم یعنی چی یعنی خنک میگه توی یه جای خشک و خنک نگهداری کن store lemons in a cool dry place لغت بعدی cloud 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 یعنی ابر the sun went behind a cloud the sun went میگه خورشید went رفت behind پشت a cloud یک ابر خورشید پشت یک ابر رفت لغت بعدی wear wear where یعنی پوشیدن حالا لباس پوشیدن یا کلا توی انگلیسی برای هر چیزی که به میزنیم بهش میگن پوشی همون از wear استفاده میکنم به عنوان مثال ما توی فارسی مثلا میگیم کرال زدن نمیگیم کرال پوشیدن یا میگیم عینک زدن ولی اونجا برای عینک برای کراوات خلاص هر چیزی که به تن بزنی از wear استفاده میکنم wear یعنی پوشیدن به عنوان مثال Do I have to wear a tie? Do I have to wear a tie? خب have to یعنی مجبور بودن حالا do I have to یعنی مجبورم wear a tie tie یعنی کراوات پس تای چیه کراوات میگه آیا مجبورم کراوات بزنم wear a tie یعنی کراوات پوشیدن یا کراوات زدن میگه آیا مجبورم کراوات بزنم لازمه کراوات بزنم خب لغت بعدی که بلدم هستید بد بد همون چیه؟ همون بد دیگه That's not a bad idea, that's not a bad idea. خب میگه idea یعنی ایده فکر bad idea یعنی ایده بد حالا that's not a bad idea یعنی این یه ایده بدی نیست فکر بدی نیست لغت بعدی save 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 چند تا معنی داره یکی از معنیهاش ذخیره کردن یکیش هم معنیش نجات دادن save پس معنی نجات دادن و ذخیره کردن داره که اینجا ما معنی نجات دادنش رو مد نظر داریم save یعنی نجات دادن You saved my life You saved my life میگه تو نجات دادی My life زندگی هم رو You saved my life تو زندگی من رو نجات دادی You saved my life لغت بعدی experiment 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 یعنی آزمایش many people do not like the experiments on animals many people مردم زیادی do not like دوست ندارن خوششون نمیاد do not like the experiments on animals آزمایش روی حیوانات رو دوست ندارن many people do not like the experiments on animals لغت بعدی engine 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 یعنی موتور موتور ماشین و اینجور چیزا منظور موتور سیکل نیست دوستان engine engine یعنی چی موتور my car had to have a new engine my car ماشینم had to had to خب گذشته to به معنای مجبور بودن هست دوستان اینجا میگه ماشینم had to مجبور بود have داشته باشه a new engine یک موتور جدید پس my car ماشینم had to مجبور بود have داشته باشه a new engine یک موتور جدید منظورش اینه که ماشینم به یه موتور جدید نیاز داشت لغت بعدی alone 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 یعنی تنها I don't like going out alone at night I don't like من دوست ندارم going out برم بیرون alone تنهایی at night شب میگه من شبها دوست ندارم تنهایی برم بیرون I don't like going out alone at night دوست ندارم شبها تنهایی برم بیرون I don't like going out alone at night East 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 یعنی شرق East I was born in the east but now live in the west I was born in the east من شرق به دنیا اومدم but اما now live in the west اما الان توی غرب زندگی میکنم خب ایست اگه منظور شرق یک کشوری باشه شرق یه کشور خاصی باشه و اون موقع با حروف بزرگ نوشته میشه ایست و بس هر دوتاشون این شکلی هن. ولی اگه مثلا بگیم شرق یه جایی خب اون موقع لزومی به حرف بزرگ نداره ولی اگه منظور شرق یک کشور باشه الان اینجا منظور شرق کشوری I was born in the east but now live in the west. اما الان توی غرب زندگی می کنم. لغت بعدی pay. Pay. Pay یعنی پرداخت کردن. Pay. I'll pay for the tickets. I'll pay من پرداخت خواهم کرد for the tickets. برای بلیت یعنی من صورتش اینه که من پول بلیت ها رو پرداخت می کنم. I'll pay. خب اون دوتا ال مخفف will هستن. منظور زمان انداز یعنی من پرداخت خواهم کرد for the tickets پول پلیت ها رو لغت بعدی single 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 یعنی مجرد انسان مجرد حالا به معنای تگ و یه دونه هم معنی میده مفرد هم معنی میده he died a single man he died او مرد a single man یک مرد مجرد منظورش اینه که مجرد از دنیا رفت he died a single man لغت بعدی تاچ 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 یعنی لمس کردن دست زدن dont touch that plate it's hot dont touch یعنی دست نزن that plate به این بشقاب it's hot داغه میگه به این بشقاب دست نزن داغه dont touch that plate it's hot information information یعنی اطلاعات The internet is a mine of information. The internet میگه اینترنت is a mine mine اینجا یعنی معدن دوستان ماین یعنی معدن یکی از معانیش معدنه The internet is a mine of information میگه اینترنت یک معدن اطلاعاته لغت بعدی express 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 یعنی بیان کردن، اظهار داشتن، ابراز کردن، اکسپرس. Teachers have expressed concern about the changes. Teachers, معلمین, have expressed ابراز کردن have expressed کردن concern نگرانی about the changes درباره تغییرات معلمین درباره تغییرات ابراز نگرانی کردند Teachers have expressed concern about the changes. خب 581 کلمه این کلمه mouth. mouth mouth یعنی دهان She opened her mouth to say something She opened her mouth میگه او باز کرد her mouth دهانش رو to say something که یه چیزی بگه دهانش رو باز کرد که یه چیزی بگه لغت بعدی equal, equal equal یعنی مساوی there is an equal number of boys and girls in the class there is وجود داره an equal number number اینجا یعنی تعداد حالا an equal number یعنی تعداد مساوی of boys and girls از پسر و دختر in the class توی کلاس تعداد مساوی از دختر و پسر توی کلاس وجود داره there is an equal number of boys and girls in the class توی کلاس لغت بعدی yourself, yourself 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 یعنی خودت do it yourself I don't have time do it yourself میگه خودت انجامش بده do it انجامش بده yourself خودت I don't have time من وقت ندارم do it yourself I don't have time خودت انجامش بده من وقت ندارم خب بریم سراغ لغت بعدی control کنترل خب میدونید یعنی کنترل کردن can't you control your children can't you control نمیتونی کنترل کنی your children بچه هات رو can't you control your children نمیتونی بچه هات رو کنترل کنی practice 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 یعنی تمرین کردن the team is practicing for their big game on friday the team team Practic داره تمری میکنه for the Big game برای مسابقه بزرگشون game یعنی بازی مسابقه for the Big game on Friday که جم است برای مسابقه بزرگشون توی جمعه دارن تمری میکنن. لغت بعدی Report report reportت یعنی گزارش RDS newspaper Reports true Are these newspaper Reports true، میگه آیا این نیوزپیپر ریپورت گزارش های روزنامه درست هستن؟ خب لغت بعدی straight 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 یعنی مستقیم straight یعنی مستقیم she looked me straight in the eye she looked me میگه او نگاه کرد به من straight مستقیم in the eye مستقیم توی چشمام نگاه کرد She looked me straight in the eye. Rise. Rise یعنی بلند شدن. Rise. یعنی بلند شدن. این معنیش رو اشتباه نوشتم. حاسم نبوده اصلاح کنم. Rise پس دوستان یعنی چی؟ حاصلتون باشه که خودتون اصلاح کنید این رو. Rise یعنی بلند شدن. Rise. He rose early and went for a walk. He rose. او بلند شد. اینجا روز گذشته رایزه. اگه بگم he rises یا بگم I rise یعنی من بلند می شدم. اما اگه بگم I rose یعنی من بلند شدم پس روز گذشته rise he rose early او زود بلند شد and went for a walk و رفت برای پیاده روی he rose early and went for a walk او بل... زود بلند شد و رفت برای پیاده روی دوستان حتما حواستون باشه که این کلمه rise معنی بلند شدن میده و این امید داشتن رو خودتون اصلاح کنید توی جزوتون statement 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 یعنی اصحاری برانی گفته ادعا statement are these statements true or false are these statements true or false میگه آیا این statements ها یعنی این بیانیه ها این گفته ها true or false True هستن یا False هستن؟ صحیح هستن یا غلط؟ آی نصارات درست هستن یا غلط؟ خب جمله بعدی لغت بعدی Stick Stick یعنی چسبیدن یا چسباندن stick. We used glue to stick the broken pieces together We used glue Glue یعنی چسب خب پس We used glue یعنی ما استفاده کردیم از چسب to stick که به چسبونیم the broken pieces together broken pieces piece یعنی تیکه حالا pieces میشه جمعش تکه ها broken هم میشه شکسته پس broken pieces میشه تکه های شکسته together با هم میگه we used glue to stick the broken pieces together ما استفاده کردیم از چسب to stick که به چسبونیم the broken pieces تکه های شکسته رو together به هم لغت بعدی پارتی پارتی خب پارتی میشه چی همون مهمونی که توی انگلیسی امریکن میگن پاردی پاردی خب Did you go to the party? Did you go to the party? میگه آیا رفتی به مهمونی؟ Did you go to the party? به مهمونی رفتی؟ سید Seed Seed دوستان یعنی دانه دانه میوه حالا میشه هم خود دانه که توی میوه هست و یا اینکه بذر یه چیزی اون رو هم بهشون میگن سید I bought some seeds to plant in the garden I bought بات گذشته buy به معنای خریدن هست یعنی I bought یعنی من خریدم some seeds مقداری دانه to plant plant اینجا یعنی کاشتن که بکارم in the garden توی باخ I bought some seeds to plant in the garden. من مقداری دانه خریدم که توی باغ بکارم یا توی باغبچه بکارم. Suppose. Suppose یعنی تصور کردن، فکر کردن، فرض کردن. Suppose. Getting a visa isn't as easy as you might suppose. Getting a visa یعنی گرفتن ویزا. isn't as easy as you might suppose. خب getting a visa isn't میگه گرفتن ویزا نیست as easy as as easy as یعنی به آسونیه پس وقتی یه دونه صفت بین دوتا از هست میتونیم این شکلی معنی کنیم به آسونیه یا به سادگیه یا مثلا وقتی میگیم as beautiful as یعنی به خوشکلیه خب پس این شکلی معنی کنیم Getting a visa isn't as easy as uh, you might suppose. میگه گرفتن یک ویزا نیست به آسونی you might suppose. که شاید might یعنی شاید suppose تو فکر کنی. پس میگه گرفتن یک ویزا به آسونی اینکه شاید تو فکر کنی نیست. Coast. Coast یعنی ساحل coast. We walked along the coast for five miles. We walked along the coast. میگه ما قدم زدیم کنار کوست ساحل for five miles. 5 مال کنار ساحل قدم زدیم. بنك. بنك. بنك خب میشه بانک. یه معنی دیگه هم داره اونم هم همون معنی کوسته. یعنی هم معنی با س... کوست هم هست به معنی ساحل. ولی خب اون که پرکاربرد همون معنی بانک رو میده پس بانک همون بانک هست I need to go to the bank I need to go to the bank من نیاز دارم که چی؟ to go که برم بانک لازمه برم بانک باید برم بانک I need to go to the bank period 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 یعنی دوره یا مدت زمان period This offer is available for a limited period only. This offer میگه این پیشنهاد is available موجوده در دسترس available یعنی موجود در دسترس میگه این پیشنهاد this offer is available for a limited period only در دسترس برای for a limited limited یعنی محدود برای یک مدت زمانی محدود فقط در دسترسه This offer is available for a limited period only. فقط برای یه مدت زمان محدود در دسترس. Wire, wire, wire یعنی سیم. مثلا میگن wireless یعنی بی سیم. Wire, سیم, لسش هم اون رو منفی میکنه میشه بی سیم. Wireless. خب حالا wire پس گفتیم یعنی سیم. Don't touch that wire. Don't touch. تا چون همین امروز خوندیم یعنی دست زدن حالا don't touch یعنی دست نزن that wire به اون سیم دست نزن don't touch that wire به اون سیم دست نزن choose 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 یعنی انتخاب کردن many people choose not to marry many people میگه مردم زیادی choose انتخاب میکنن not to marry که ازدواج نکنن مردم زیادی ازدواج نکردن رو انتخاب میکنن many people choose not to marry. لغت بعدی clean 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 یعنی تمیز کردن have you cleaned your teeth have you cleaned میگه آیا تمیز کرده your teeth uh, دندونات رو دندونات رو تمیز کردی visit visit ویزیت خب همون ویزیت کردن یا دیدار کردن ملاقات کردن دیدن هست You should visit your dentist at least twice a year You should visit باید ملاقات کنی دیدار کنی ببینی Your dentist اه, دندون پزشکت رو at least at least یعنی حداقل twice a year دو بار در سال You should visit your dentist at least twice a year باید دندان پزشکت رو حداقل سالی دو بار ببینی خب دوست عزیزم این قسمت هم تموم شد امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و لذت برده باشید حتما یادداشت کنید جملات رو و سوال نظر انتخاب پیشنهادی هم دارید حتما برای اون بنویسید با کمال میل پاسخ خواهم بود اگر براتون مفید بوده حتماً, کام... حتما, لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید به ما هم انگیزه میدید که سریعتر قسمت های آینده رو براتون تهیه کنیم تا جلسه آینده و فیلم بعدی خدا نگهدارتون